برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه القد مصر مدعی دخالت ایران در امور داخلی عراق شد و گفت که بغداد بیش از هر چیزی به همکاری با همه کشورهای منطقه تمایل دارد. وی افزود از این پس تهران از بغداد حرفهایی که تاکنون نشنیده را خواهد شنید. ما به ایران گفته ایم که عراق نیازمند همکاری مشترک است و به دخالت این کشور نیازی نداریم. خبرگزاری آناتولی ترکیه از بازگرداندن 499 پناهجوی افغانستانی به کابل خبر داد. اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرده که از 27 ژانویه 2022 تا کنون 19290 پناهجوی افغان با پروازهای مختلف از ترکیه به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، حدود 130 هزار نفر از 300 هزار پناهجوی افغان که در ترکیه هستند، اسناد قانونی ندارند و با خطر اخراج اجباری مواجه هستند. پژوهشگران در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله فیزیکال ریو لیترز منتشر شده، دریافتند که صدا در گازهای کوانتومی با دو سرعت متفاوت حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، اگر صدا در گازهای سه‌بعدی پخش شود، هر صدا دو بار شنیده می‌شود، زیرا هر صدا توسط دو موج صوتی حمل می‌شود که با سرعت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران پس از دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری عراق از اجرایی شدن تردد زائران ایرانی از مرزهای زمینی ایران و عراق از هفته آینده خبر داد. وی افزود از هفته آینده روزانه 2500 زائر می توانند برای زیارت از مرزهای زمینی به عراق سفر کنند که این تعداد به مرور تا روزانه 15000 نفر افزایش خواهد یافت و در زیارت اربعین شرایط کلاً تغییر خواهد کرد. از هفته آینده 2500 نفر روزانه سهمیه داریم. این تعداد انشالله به مرور افزایش پیدا میکنه تا 15000 نفر و بعد انشالله به ایام اربعین حسینی که خواهیم رسید شرایط کاملاً تغییر خواهد کرد.